بیش از 1000 نفر از ماموران پلیس پایتخت در مناطق مختلف لباس فرمشون مجهز به دوربینه. رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از چند جهت این کار رو مفید دونسته. یکی این که باید از تجهیزات و امکانات به روز دنیا بهره گرفت و دیگری برای اینکه تصاویر به دست اومده از این دوربین ها میتونه پاسخی باشه برای به گفته محمد کریم بیات کلیپ ها و فیلم های گزینشی که به دست افراد سودجو برای حاشیه سازی و گرفته میشه و پخش میشه. مسیح علی نژاد گرداننده کمپین چهارشنبه سفید رو در این ارتباط همراهمون داریم. مسیح، این طرح رو پلیس مطرح کرده، 1000 دوربین. به نظر تو واکنشیه به کارزار دوربین ما، اسلحه ما؟ من فکر می‌کنم واکنشی هست به شجاعت میلیون‌ها زنی که برخلاف این 40 سال که همیشه گشت ارشاد بود که دستور میداد، ولی الان زنان با دوربین‌هایی که اسلحه‌شون شده با صدای بلند نمیگن. به نظر من یک واکنش هست به شجاعت‌تر شدن زنانی که نافرمانی مدنی میکنن، وارد استادیوم ها میشن. خبر جدیدی نیست، توی استادیوم هم خبرگزاری فارس اعلام کرده 500 تا دوربین کار گذاشته شده، در حالی که اصلا یه چیزی خیلی ها میگن امکانش وجود نداره. بنابراین نشون میده که چون دچار ترس شدن برای اینکه میخوان کاری بکنن که زنان عقب نشینی بکنن، چنین اخباری رو منتشر میکنن. به عنوان مثال دوربین های راهنمای رانندگی در سطح شهر هست. بسیاری از شهروندان ما جریمه دریافت میکنن که در ماشین در فلان روز فلان تاریخ در جاده شما توی ماشینتون بدون اجازه بودین. بنابراین این به نظر من یک نوع وحشتی هست که حکومت این روزها داره. من همیشه یاد فیلمایی میافتم که دریافت میکنم، توی این فیلم‌ها تو متروها زنان وقتی مبارزه میکنن، جمله‌ای که میگن اینه که شما این دم آخری چرا انقدر دارید زبون درازی میکنید. به نظر میرسه نوعی در واقع خط و نشون کشیدن هست برای جامعه ای که جوان شده و جلوی پلیس، جلوی مأمور، جلوی گشت ارشاد، جلوی امر معروف کنندگان می ایستن. یادمون باشه توی کشورهای پیشرفته دنیا مردم عادی از پلیس که خشونت میگیره، چون خشونت همه جا هست، از پلیسی که خشونت میکنه فیلم میگیرن و جلوی پلیس می ایستن. حالا پلیس ما وحشت کرده، به جای اینکه دوربین نصب کنه تا پلیس خاکی رو بگیره، دوربین نصب کنه تا دوز رو بگیره، میخوان پلیس نصب بکنن تا زنی که حق انتخاب سبک زندگیش رو میخواد رو بگیره. به نظر من که جواب نمیده این تهدیدها. امروز مشاور آقای روحانی اعلام کرد که قرار یک سامانه تشکیل بشه برای مطالبات عمومی مردم به نام سم. به عنوان کسی که گرداننده کمپین چهارشنبه‌های سفید هستی و پلتفرمی داری برای زنانی که معترضن، فکر می‌کنی مهمترین خواسته هایی که بخوای تو توی این فضا مطرح کنی چی باشه؟ چه سوال عجیب و جالبی پرسیدین. به خاطر اینکه من یک کمپینر هستم و کسی بودم که سالها امید داشتم و فکر میکردم که باید مطالبه محور باشم، یا به نوعی واژه‌هایی که وجود داره همیشه طلب میکردیم حقمون رو، میومدیم و از کسانی که در عرصه قدرت بودن میخواستیم. اما من الان کمپینرم، دارم صدا میدم، پلتفرم میدم به جامعه‌ای که عبور کرده از این آدم‌هایی که هر بار وعده میدن ولی هر بار یک قدم جلوتر میان و توی حریم خصوصی آدم‌ها میرن و حقشون رو میگیرن. مگر الان این زنانی که ویدیو و فیلم میفرستن منتظر هستن که خانم مولاوردی یا خانم ابتکار یا آقای روحانی حقشون رو بهشون بده که وارد استادیوم‌های ورزشی بشن؟ شما می‌بینید با اینکه یک خبری منتشر میشه که برای ترس و وحشت هست، اصلا معلوم نیست این خبر واقعیت داره یا نه، که 500 تا دوربین نصب کردیم، فردای همون روز که خبر پخش شده دختری میره تو استادیوم آزادی و علامت پیروزی نشون میده، حقش رو طلب نمی‌کنه از کسی، حقش رو خلق می‌کنه. شما می‌بینید که زنانی که تا حالا بهشون گفتن بذارید این رئیس جمهور بیاد، حتماً میاد گشت ارشاد رو میندازه کنار، حتماً میاد قانون حجاب رو اصلاح می‌کنه، ولی الان زنان وای نمی‌ستن، دوربین‌ها شده اسلحه‌شون و با صدای بلند به گشت ارشاد میگن به شما ربطی نداره. درسته که این مسئولین ممکنه پنبه در گوش باشن، ممکنه خودشونو به نشنیدن و ندیدن بزنن، اما دارن می‌بینن که روز به روز به تعداد زنانی که حجاب اجباری رو تو خیابون‌ها دور انداختن اضافه میشه، دارن میبینن روز به روز به تعداد زنانی که وارد استادیوم‌های ورزشی میشن اضافه میشه، دارن میبینن که چهارشنبه‌های سفید وارد مدارس شده و دانش آموزان هم به جای اینکه از معلماشون مدیراشون بترسن و تسلیم شستشوی مغزی که عذاب وجدان‌های مذهبی ایجاد بکنن بشن، دارن حقشون رو مطالبه میکنن. برای همین من دارن حقشون رو پس میگن. برای همین من هم از این در واقع مسئولین هیچ مطالبه‌ای ندارم. پلتفرمی اگر داشته باشم در اختیار زنانی میدم که نافرمانی مدنی میکنن و حقشون رو پس میگیرن از این وعده دهندگان.
تحلیلت از دادن چنین فضاهایی برای همین اعتراضات عمومی یا خواسته های عمومی چیه؟ چرا دولت فکر میکنی یک عقب نشینی باشه؟ اتفاقا به نظر من این سوال واقعی و سوال درست همین هست. حکومت در آستانه فروپاشی قرار داره. این شعار من نیست. شما خودتون دارید میبینید که برای اولین بار بعد از 40 سال تیتر روزنامه ها چه شد؟ تیتر روزنامه ها این بوده که براندازی مسئله ما نیست. بله. تیتر روزنامه ها این شده که کسانی که در توییتر اعتراض میکنن ربات هستن. چرا؟ برای اینکه انقدر دچار وحشت شدن از اینکه صدای آلترناتیو داره شنیده میشه. نسلی رو دارن مقابل خودشون میبینن که این نسل اساسا از نگفتن نمیترسه، حراس نداره، تو خیابون راه میره فیلم میگیره، به مامور گشت و ارشاد میگه به شما ربطی نداره، بالا سکو میره. برای همین زندان کردن، تهدید کردن جواب نمیده. اگر هم آقای روحانی و بقیه فکر میکنن که میخوان سامانه ای طراحی بکنن، میخوان صدایی رو بشنون، بهتر صدای نافرمانی مردمی رو بشنون که از اونها عبور کردن. ممنون از تو مسی.